فتیق سمت یا آینده ساده اول از همه بریم ساختارش رو ببینیم برای فعلای گروه اول و گروه دوم مثلا میتونیم انفینیتیو رو داشته باشیم یعنی مستر فعل رو داشته باشیم به اضافه مشخصه ها مشخصه هاش کدوم ها هستن؟ ای، ایس، ای ای ا، اونس، ازد، اوند از مثلا میگم جوشانتغه، توشانتغه Il chante ra, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront Il a fallu finir. Asguruhe a fallu Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. اما میدونید که برای فعل های گروه سوم و همچنین فعل کمکی اتق و واق و یه سری فعل ها هستن که اصلا کلا بیقاعده هستن اما یه نکته هم اینجا داریم که فعل هایی که گروه سوم هستن و به اق او ختم میشن هم مثل همین قاعده انجام میدیم فقط او آخر رو حذف میکنیم و بعد ترمینزون این مشخصه هایی که گفتیم رو بهش اضافه میکنیم مثلا فعل متر جو متر تو متر ایل متر نو مترون متر ایل مترون فعل هایی که توی تصویر مشاهده میکنیم فعل های بی هستن که ما ریشه فعل رو در میاریم و به اضافه اینی که ترمین زون ها رو بهش اضافه میکنیم حالا بریم سراغ کاربردشون برای عملی که در آینده اتفاق میفته برای پیش بینی کردن یا این که عملی که هنوز قطعیت نداره مثلا میگم دانسان کانتون کل سوغا لیتر دو و پلانت تا پنجاه سال دیگه وضعیت سیاره ما چی میشه؟ میتونه مثل بچه امری هم عمل بکنه مثلا میگم بو پاندغه سو مدیکمان دو فوا پا پر جوغ پاندان یعنی اینکه شما باید این دارو رو طی یک هفته دوبار در روز مصرف کنید تا ویدیو بعدی اپلوس